برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که امسال پایان پاندمی ویروس کووید 19 است. این سازمان برای اولین بار در سال 2020 از یک بیماری همه‌گیر به نام کرونا سخن گفت که هر هفته 5000 نفر جان می باختند و آمار قربانیان اما به حدود 7 میلیون نفر رسید. تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت من مطمئن هستم که امسال می توانیم بگوییم که کووید 19 به عنوان یک وضعیت اضطراری و نگرانی بین المللی به پایان رسیده است. تعداد مدارس اسلامی که بسیار شبیه مکتب‌خانه‌های قرآنی سابق هستند از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021 در سراسر افغانستان افزایش یافته است. در همین راستا یورو نیوز گزارش داده که در پی تصمیم طالبان مبنی بر محرومیت تحصیل دانش آموزان دختر در دبیرستان، مدارس اسلامی این کشور با استقبال مواجه شدند. کمیسیون ارتباطات فدرال FCC در حال تنظیم قانونی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد خدمات اتصال ماهواره‌ای را مستقیماً به گوشی‌های موبایل ارائه کنند. این کمیسیون طرح جدید را پیشنهاد کرده که به موجب آن اتصال ماهواره‌ای به طور مستقیم در دسترس گوشی‌های هوشمند سراسر جهان قرار می‌گیرد. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف گفته که پلیس 70 تن از هواداران این حزب را در اسلام آباد بازداشت کرده است. عمران خان بازداشت کارگران مربوط به حزب تحریک انصاف را نکوهش کرده آن را غیر قانونی خوانده است. ده‌ها کارگر حزب تحریک انصاف پس از آن از سوی پلیس پاکستان دستگیر شدند که آنان در روزهای اخیر از بازداشت عمران خان توسط پلیس جلوگیری کردند. دادگاه پاکستان در پی حاضر نشدن عمران خان در نشست‌های دادگاه حکم بازداشت او را صادر کرده که حکمی که در نهایت خان را وادار کرد تا در دادگاه حاضر شود. وزارت دفاع عراق از کشته شدن 4 تروریست تکفیری در استان علمبار در غرب این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش نیروهای الحشد الاشاعری موفق شدند که 4 تن از اعضای گروهک تروریستی داعش را در منطقه الکعره در بیابان استان الانبار به هلاکت برسانند. در این عملیات که توسط فرماندهی نیروی زمینی عراق طراحی شده بود، خودروی تروریست‌های داعشی در آتش سوخت. به همت مرکز تحقیقات آمریکای لاتین و دریای کارائیب، میزگردی با موضوع مقایسه فرایندهای گرایش به اسلام در مکزیک و کولومبیا در دانشگاه مستقل ملی مکزیک برگزار شد. در این همایش پاپتیس برودار، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه اکس مارسی فرانسه گفت در کشورهای مکزیک و کولومبیا مساجدی با اعضایی از مهاجران آفریقایی، آسیایی و اروپایی وجود دارد که تأثیرات خارجی مشترک دارند. علاوه بر آن در مساجد بومیان مسلمانان وجود دارند که در عین اینکه به آموزه‌های اسلامی عمل می‌کنند، در پی حفظ هویت و فرهنگ بومی خود نیز هستند. ششمین دوره مسابقات ملی گروهی قرآن ویژه دانشجویان دانشگاه‌های عراق 25 اسفند ماه با معرفی 3 تیم برتر این مسابقات به کار خود پایان داد. این مسابقات به همت دارالقرآن آستان حسینی و با همکاری دانشگاه وارث الانبیاء کربلا برگزار شد. این مسابقات به مدت 4 روز و در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد و 80 دانشجو از 28 دانشگاه مناطق مختلف عراق در این رقابت‌ها حضور داشتند.